سلام های گرم منو بپذیرید. کیوان جاوید هستم و برنامه گفتگو رو با هم دنبال می کنیم. در برنامه گفتگوی امروز موضوع بسیار داغی هست که در جامعه اتفاق افتاده، شلاق زدن کارگران و جوانان. حتما در این رابطه می دونید و می دونید که حاکمیت جمهوری اسلامی شلاق زدن جزئی از قوانینه. طی ماهای گذشته هم که می بینید این عمل گسترش پیدا کرده. هدف از این عملی که حکومت میکنه چیه؟ آیا صرفاً دینیه یا یک عمل سیاسی روز هم دنبال میکنه؟ عکس العمل مردم و مجامع بین‌المللی نسبت به این قضیه چه بوده و چه میتونه باشه؟ در همین مورد اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری رو مهمان خودمون داریم تا به سوالاتمون پاسخ بدن. اصغر کریمی خوش اومدید برنامه‌مون. خیلی ممنون، با سلام به شما و بینندگان عزیز کانال جدید و همینطور همکاران شما. ممنون. اصغر کریمی میتونید بگید چه اتفاقی طی مثلا یک ماه گذشته افتاده و به هر حال سیر این اتفاقات رو برای بینندگان عزیزمون اگه ممکنه توضیح بدید؟ روزهای اواخر فروردین، یعنی 27 و 28 فروردین، یک ماه و نیم قبل بود که 17 نفر از کارگران معدن طلای تکاب در آذربایجان غربی رو شلاق زدن به حکم دادگاه. البته زندان و جریمه نقدی و اینا واسه شون بریده بودن که حکم شلاق رو اجرا کردن، و منتها این خبر هفته پیش اعلام شد، درست در آستانه برگزاری اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، و متعاقب اون همین هفته گذشته 35 نفر از جوانان فارغ التحصیل رو در قزوین شلاق زدن. جرمشون این بود که به مناسبت فارغ التحصیلشون جشن گرفتن و دختر و پسر قاطی بودن و گویا مشروب خوردن، و اینا رو به 99 ضرب شلاق محکوم کردن. خیلی سریع 24 ساعته دادگاه تصمیم گرفت و اجرا کردن و گفتن واسه عبرت بقیه جوان‌ها این کار کردیم. و خب این مسئله بلافاصله در سطح وسیع در جامعه و در سطح بین‌المللی منعکس شد، و منتها سابقه این ماجرا اینه که اولین بار نیست شلاق میزنه جمهوری اسلامی. مدام زنانی رو به جرم اینکه قوانین اسلامی رو رعایت نکردن شلاق زده، زندانیان شلاق زده، کسانی رو تحت عنوان اوباش و بزهکار شلاق زده، کارگران چادر ملو رو محکوم کردن به شلاق که البته اجرایی نشد، کارگران پتروشیمی رازی رو محکوم کردن چند نفرشون رو به شلاق، تعدادی از معلم و کارگر رو در سنندج و ساری شلاق زدن، و این یکی از جزء قوانین جمهوری اسلامی هست و گاهی حکم دادن، گاهی تونستن اجرا کنن، گاهی نتونستن، ولی سابقه طولانی مدتی داره در جمهوری اسلامی. ولی در سالهای گذشته و مشخصا از وقتی دولت روحانی، دولت اعتدال و امید حکومت و اصلاح طلبا به اصطلاح اومده سر کار، سرکوب فعالین کارگری تشدید شده، دستگیری فعالین کارگری و رهبران اعتصابات بیشتر شده، صدها نفر در واقع در دو سال گذشته یا دستگیر شدن یا پرونده واسهشون درست کردن، و همینجور که در چندین مرکز کارگری هم حکم شلاق علیه کارگرا بریدن. جوانان هم که طبق معمول موضوع شلاق خوردن و تنبیه تو جمهوری اسلامی است. بله، چرا رژیم اصلا دست به این عمل میزنه؟ چطور اینو میشه توجیه کرد؟ خب کلا جمهوری اسلامی بر پایه شکنجه و اعدام و سرکوب و شلاق و اینا استوار هست. جمهوری اسلامی مشروعیتی نداره و حاکمیتش بر پایه بیحقوقی مردم هست. مردم در نتیجه بیحقوقن، فقیرن، محرومن از همه چی. اکثریت مردم اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن، و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات که پایه های حکومتش رو به لرزه در واقع در میاره، خب میگیره، میزنه، زندانی میکنه که مردم رو معروب کنه. در این حال قوانین قصاص جمهوری اسلامی که قوانین متعجر و عقب مانده و به شدت جنایتکارانه مربوط به 1400 سال پیش رو، خب به عنوان یک حکومت اسلامی این قوانین هم بخشی از به اصطلاح باید اجرا کنه، که حکومت اسلامیه و قصاص و سنگسار و دست بریدن و چشم در آوردن جزی از قوانین از مبدأ اسلام تا الان بوده، و جمهوری اسلامی به عنوان حکومت اسلامی طبعا این سیستم قضاییشه در واقع، و هر وقت تونسته
شکنجه کرده، اعدام کرده، دست قطع کرده، چشم در آورده و از این اعمال وحشیانه در تمام طول حاکمیتش وجود داشته. به نظر میرسه یک تناقضی هم شاید بشه مثلا تو حرفتون دید. از طرفی وزیر کار جمهوری اسلامی ربیعی، رئیس به اصطلاح مدیر کل اداره کار استان آذربایجان غربی رو اخراج کرده، این دلیل که گفتن اصلا ایشون بی اطلاع بوده از این اتفاقی که افتاده و اینا. همین نمیشه گفت که کل رژیم، کل جمهوری اسلامی از این موضوع بی خبر بودن، یا به هر حال پروژه کل جمهوری اسلامی نیست شلاق زدن ها؟ نیست. جمهوری اسلامی هر وقت تحت فشار قرار گرفته کسانی رو برکنار میکنه. ببینید مرتضوی رو که یکی از ارکان حکومت اسلامی هست و این حکومت حکومت امثال مرتضوی هاست، بالاخره از سازمان تامین اجتماعی و از سیستم قضایی گذاشتنش کنار به دلیل اینکه اعتراض وسیع شد و این چهره های فوق العاده منفور رو یه جایی جلو صحنه میذارن کنار تا بتونن از مخمصه خودشون نجات بدن. و جمهوری اسلامی هم درست به همین دلیل، وگرنه وزیر کار گفت این حکمی که دادگاه داده مشروعیت داره و قانون هست، یعنی دفاع کرد از قوانین شلاق زدن و قوانین قصاص، ولی گفت مصلحت نظام گاهی وقتا تأثیر بدی در افکار عمومی داره. مدعی شد و یا اعتراف کرد که افکار عمومی جریحه دار شده، چون به سرعت در سطح جامعه پیچید و مردم به شدت منزجر هستن از این اعمال جمهوری اسلامی، و در نتیجه یک مهره رو جلو صحنه میذارن کنار که بتونن با یه امتیاز کوچیک به مردم بتونن کل حکومتشون رو حفظ بکنن. فشار بیشتر بیاد مقامات بالاتری رو حتی اینا میذارن کنار. به نظر میرسه بازم برخوردی که حکومت نسبت به شلاق زدن کارگران داشته با جوانان متفاوته. همینجا که خودتونم اشاره کردید مدیر کل اداره کار آذربایجان غربی رو به هر دلیل که شما توضیحاتی شما اخراج میکنن، اما از اون طرف اژه‌ای اعلام میکنه که شلاق زدن جوانان در قزوین طبق آیین دادرسی کشور انجام شده. شما اینو چطور توضیح میتونید بدید؟ ببینید دو تا نکته هست. یکی این که اژه‌ای میگه طبق آیین دادرسی انجام شده، روال بررسی شده، خب راست میگه، ولی مشکل اینه که کل این قوانین ظالمانه و جنایتکارانه است. کل سیستم قضایی و پروسه بررسی جرم و اصلا جرم شناسی و نوع مجازات، همه اینا ظالمانه است و با هیچ استانداردی این دادگاه ها و سیستم قضایی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. یعنی هیچ کوچکترین به اصطلاح معیاری رو به عنوان یک دادگاه نداره و کل جمهوری اسلامی هم در واقع همینجوره، یه حکومت عقب مانده، جنایتکار، ضد مردم که بر پایه انواع و اقسام سرکوب های مردم کلا استوار، سیستم قضاییش هم به عنوان یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی بر همین پایه استواره. منتها در مورد اینکه در مورد شلاق زدن کارگرها خود جمهوری اسلامی فوراً مدیر کل کار استان آذربایجان غربی رو برکنار کرد، خب به یه جور بیشتر تحت فشار خودش احساس میکنه. میگه کارگری که جرمی هم نکرده اعتراض کرده، که کارگری تکاب اعتراض کردن گفتن حقوق چند ماه حقوق معوقه داریم پرداخت نکردی، مزایای اضافه کاریمون رو ندادی، حقوقمون پایینه و اساس و هر سو اخراجمون کردی و معلوم نیست سال آینده برگردیم سر کار. خب دست به اعتراض میزنن و خیلی این شلاق زدن اونا بیشتر ممکنه در سطح جامعه قبیح باشه و جنبش کارگری به شدت در حال تعرض هست علیه جمهوری اسلامی و به این معنا جمهوری اسلامی بیشتر وحشت میکنه و بلافاصله عکس العمل نشون میده در مقابل اعتراضات. منتها فشار بیشتر باشه، مطمئن باشین کلا جمهوری اسلامی در مورد شلاق زدن جوانا تو قزوین هم تصمیم دیگه میگیره. همین الان در به دلیل شرکت در یک پارتی شبانه تعداد دیگه از جوانا رو باز در یکی دیگه از استانها یادم نیست همین دیروز دستگیر کردن، ممکنه همین الان دیگه جرئت نکنن اونا رو شلاق بزنن به دلیل همین فشارها. میخوام بگم جمهوری اسلامی الان به شدت تحت فشاره. حالا مدیر کل کار آذربایجان غربی رو گذاشت کنار، فردا چهار تا دیگر رو اگه بهش فشار بیاد ممکنه بذاره کنار و لااقل برای مدتی دست به شلاق نبره. شما از فشارهایی که به جمهوری اسلامی اومد یاد کردید، میتونید نمونه بیارید یا به هر حال یه فضایی که این فشارها منعکس شده رو میتونید به ما منتقل کنید؟ ببینید
اولا بلافاصله جریانی مثل حزب کمونیست کارگری عکس العمل نشون داد، نامه داد به سازمان‌های جهانی، به افکار عمومی رو مطلع کرد، به سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی هم متاسفانه عضوی از این سازمانه و درست همین روزا برگزار میشد، نامه داد و مطلع کرد، اتحادیه کارگری رو مطلع کرد که الان دارن عکس العمل نشون میدن، وسیعا در همین کانال جدید منعکس شد، در مدیای اجتماعی منعکس شد، جریانات سیاسی دیگه عکس العمل نشون دادن، بلافاصله تشکل‌های کارگری در ایران و زندانی سیاسی اعتراض کردن به عنوان یک عمل وحشیانه، به عنوان شلاقی که دست سرمایه‌دارا و دولت حامیشون علیه کارگرا فرود میاد صحبت کردن. کانون نویسندگان بلافاصله اطلاعی داد و گفت باید ممنوع بشه شلاق، و بخش‌های مختلف در مدیای اجتماعی جوان‌ها و اکتیویست‌ها بلافاصله شروع کردن عکس العمل نشون دادن و در سطح جامعه اعتراض بسیار وسیع بود که وگرنه اینا یک ماه و نیم اتفاق افتاده بود، اینا لام تا کام حرف نزدن و همشون خفقون گرفتن. یک دفعه اینکه مجبور میشن، الان نماینده تکاب، نماینده جمهوری اسلامی در تکاب میگه این عمل درست نیست و زشته و فلانه، یا وزیر کار این کارو میکنه، یا حتی شورای اسلامی دارن یه جوری اعتراض میکنن و میگن درست نیست، و البته اونا همشون از سر مصالح نظام در واقع دارن حرف میزنن. در این قضیه سنگسار که مجبور شدن عقب نشینی کنن، ولی گفتن مساله نظام نیست، آبروی نظام در سطح جهانی میره، درست قانون اسلامی و قانون ما تغییر نمیدیم، ولی به خاطر حفظ نظام و مصلحت نظام و بی‌آبرو نشدن نظام ما سنگسار نمی کنیم فعلا، و مجبور شدن تسلیم خواست ما شدن، خواست مردم شدن. در مورد این قضیه هم دقیقا همین جور هست، و به حال این همین جور گفتم بخشی از کارکرد جمهوری اسلامی و منتها فشار که بهش میاد، و این فشار بسیار وسیع بود، انزجار وسیع رو در میان مردم دامن زد، وسیعا منعکس شد و جمهوری اسلامی تحت این فشار ها شروع کردن الان مقامات مختلفش عکس العمل نشون دادن و حتی گفتن قوه قضاییه، بعضا گفتن قوه قضاییه باید معذرت خواهی کنه، نمیدونم دولت باید دلجویی بکنه از کارگران تکاب، افکار عمومی جریحه دار شده. موقعی که وزیر کار میگه افکار عمومی جریحه دار شده، یعنی اینکه کل جامعه متنفر از این عمل، انزجار داره نشون میده، اعتراض داره میکنه. اعتراضی که تو شورای اسلام توسط شورای اسلامی و تو سایت ایلنا و تو خبرگزاری فارس و انواع رسانه‌های خود جمهوری اسلامی داره میشه و یه جور دارن انتقاد میکنن، نشون دهنده اینه که جامعه اونا رو اینقدر وسیع بوده اعتراض، اینقدر افکار عمومی متاثر شده از این قضیه که مجبورن الان در مورد این قضیه حرف بزنن و عقب نشینیایی بکنن و خودشون هم یه جور بگن به هر حال به مصلحت ما نیست، به مصلحت نظام نیست. بذارید برسیم یه سوال در سطح بین‌المللی بکنیم. رسانه‌های اصلی، مدیای اصلی و دولت‌ها چه برخوردی باید بکنن و چه برخوردی لازمه داشته باشن یا چه برخوردی تا حالا کردن؟ اینو اگه توضیح بدید. خب ببینید، اگه دولت‌ها رو به حال خودشون واگذار کنی سکوت میکنن، هیچ نمیگن، ولی به دلیل اینکه سرسدش رو در سطح جهانی منعکس شد و سازمان ملل به عنوان مثال محکوم کرد و این عمل غیر انسانی خوند، دولت آلمان اعتراض کرد، در رسانه‌های مختلف، درست سازمان ملل مقرش در بخش حقوق بشر سازمان ملل در ژنو موقعی که اعتراض میکنه و آیلو یا سازمان جهانی کار همون روزا داره برگزار میشه، خب در فضای آیلو سازمان جهانی کار بلافاصله تأثیر میذاره، بلافاصله موقعی که در این سطح منعکس میشه، این فشار در این افکار عمومی مطلع شد و خبررسانی شد وسیعاً، و به همین دلیل سازمان ملل محکوم کرد یا دولت آلمان محکوم کرد، و موقعی که اونا محکوم میکنن بیشتر امکان داره در رسانه‌های مختلف کشور مختلف منتشر بشه. همین دیروز پیروز که تظاهرات بود در استکهلم علیه حضور ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سوئد، تظاهر کنندگان که تظاهرات باشکوهی کردن و با شعارهای حکومت شلاق نمیخوایم، حکومت ضد زن نمیخوایم تظاهرات کردن، بلافاصله این قضیه در رسانه‌های سوئد در مورد این تظاهرات موقعی که نوشتن در مورد شلاق زدن به جوان‌ها و کارگران نوشتن. میخوام بگم این مسئله در تعدادی از رسانه‌های انگلیس از جمله ایندیپندنت و دیلی نیوز و ورلد نیوز منعکس شد و خیلی جاها دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن و واسه جمهوری اسلامی به شدت گرون تمام میشه. بله، حزب کمونیست کارگری با شعار شلاق ممنوع به جنگ جمهوری اسلامی رفت.
چرا مشخصا شلاق ممنوع رو حزب کمونیست کارگری مطرح میکنه؟ ببینید شلاق خب یه عمل جنایتکارانه است، شلاق زدن به مردم، حتی به مجرمین، حتی به کسی که قتل کرده خب بگیرین زندانیش کنین، ولی حق نداره دیگه. جامعه قرن 2500 سال پیش رو نمیدونم، دوره بربریت و وحشیگری هزاران سال پیش نیست. زندانی یکی جرم کرده بگیرین زندانش کنیم. منتها در ایران نه این جوان ها جرمی مرتکب شدن، نه کارگرها جرمی مرتکب شدن. جوان ها جشن گرفتن مثل همه جای دنیا، کارگرها اعتراض دارن به بیحقوقیشون. منتها خب دست میگه خود کارگرها میگن ما اعتراض هم کردیم، وکیل هم گرفتیم، ولی زور کارفرما چربی، چون زور کارفرما تنها نیست، کارفرما یک نفره یا سه چهار نفر هستن شریکن یک کارخونه رو، و کارگرها صدها و هزاران نفر. ولی اینکه زور کارفرما میچسبه به خاطر اینکه قوه قضاییه باشه، حراست باشه، نیروی سرکوب باشن، دولت باشه، دولت کارفرما هست. منتها یعنی جمهوری اسلامی به این معنا تونست در یه نقطه‌ای به هر حال شلاق بزنه کارگرها رو. یه علتش این بود که خود کارگرای تکاب به نظر من خبر رسانی نکردن. اگر می اومدن به همین کانال جدید زنگ می زدن، تماس می گرفتن و منعکس می کردن، خب خیلی سریعتر این قضیه منعکس می شد. منتها در هر صورت جمهوری اسلامی رو میشه وادار کرد که دست از شلاق زدن برداره و این عمل وحشیانه رو ختم بکنه. این قانونشه. ولی همینجور که سنگسار هم جز قوانین صریح اسلام و حکومت اسلامی و قوانین قصاصش بود، مجبورش کردیم در عمل دست از سنگسار برداره، در مورد شلاق هم این کار میشه کرد. منتها این کافی نیست فقط افشاگری کنیم و بگیم این توحش شلاق زدن جنایت ضد انسانیه، باید در قانون ممنوع بشه، باید رسما ممنوع بشه، باید عمل علنا جمهوری اسلامی بیاد بگه دیگه شلاق نمیزن توی مملکت، دیگه شلاق تموم شد، این آخرین بار بود. این روی از این زاویه باید به جمهوری اسلامی فشار آورد. مهم نیست که قوانین اسلامشون، همه قوانینشون جنایتکارانه است، ولی باید از دستشون گرفت. همینجور که اعدام زندانیان سیاسی در چند سال گذشته به ندرت جمهوری اسلامی الان جرأت میکنه اعدام بکنه، در حالی که در دهه 60 هزاران نفر، ده هزار نفر زندانی سیاسی رو اینا اعدام کردن، به دختران در زندان تجاوز کردن، ولی الان به راحتی نمیتونن این کارا رو بکنن به دلیل اینکه جامعه دیگه در مقابلشون وایساده، اعتراض وسیعه و جمهوری اسلامی تو هر زمینه‌ای که مردم اعتراض میکنن و عکس العمل نشون میدن، طبعا جمهوری اسلامی رو به درجات عقب میرونن. در این زمینم عملی هست، جمهوری اسلامی میبینیم افتاده به مخمسه، میبینیم افتاده به تناقض‌گویی و دلقک بازی و اینکه یه جور باید دلجویی کنیم، و وزیر کار میگه من به هر حال من معذرت میخوام از کارگرا و مدیر کل کار آذربایجان غربی رو برکنار میکنه و تو رسانه ها منعکس میشه. این نشون میده جمهوری اسلامی تحت فشاره، عملی هست عقب روندنش، باید عقبشون و باید کاری کرد که شلاق به عنوان یک قانون ممنوع بشه. بله خیلی خیلی کوتاه، اگه به هر حال جمهوری اسلامی تا الان عقب نشینیاش کمه، یعنی اینکه محسوس کمه، بله. گام بعدی چی هست بفرمایید؟ گام بعدی به نظر من اولا باید همین افشاگری ها رو ادامه داد، باید اعتراض کرد، باید بخش های مختلف کارگرها اعتراض بکنن. کارگران چادرملو باید بگن این حکم رو، در مورد کارگران چادرملو هم که اجرا نشده ولی معلق مونده همینجور، باید بردارن. کارگران راضی باید بگن این احکام رو بردارین، و کل یا علیه کارگرها و معلمای دیگه که این حکم قبلا صادر شده، و علیه هر کس که صادر شده و اجرا نشده باید بگن این حکم کاملا باید ملغا بشه. بخش های مختلف جامعه، دانشجوها باید عکس العمل نشون بدن. دانشجوها خیلی انتظار میره ازشون که کنار کارگرا وایسن و بگن شلاق زدن محکوم میکنیم، نباید این همچین قانونی توی مملکت وجود داشته باشه، باید به عنوان قانون کنار گذاشته بشه. ما خودمون کنار کارگران تکاب و چادرملو و رازی و غیره و معلم ها و بقیه کارگرا قرار میدیم. یعنی باید کلا جامعه عکس العمل خیلی سریع و خوبی نشون دادن بخش‌های مختلف مردم، ولی باید این عکس العمل گسترش پیدا بکنه. تشکل‌های مختلف کارگری باید همچنان به اعتراض در این زمینه ادامه بدن. زندانیان سیاسی، معلما و بخش‌های مختلف جامعه باید فشار رو بیشتر بکنن. در سطح بین‌المللی ما الان نامه‌هایی از اتحادیه کارگری فی‌المثل استرالیا و
کانادا داره میاد که خطاب به آیلو گفتن جمهوری اسلامی داره کارگرها رو شلاق میزنه و باید از سازمان جهانی کار اخراج بشه. یعنی در سطح جهانی ما داریم اعتراضات رو ادامه میدیم، افشاگری رو ادامه میدیم، سعی میکنیم فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنیم در مدیای اجتماعی، در رسانه هامون، در کانال جدید. همین کار رو باید در ابعاد وسیع تری بکنیم، کاری بکنیم که کل جامعه یک پارچه پاشه بگه حکومت شلاق باید گورش رو گم کنه، شلاق و همه قوانین قصاص باید کنار بره. ببینید این بخشی از قانون قصاص جمهوری اسلامی است، باید از مجرای این مسئله، حالا که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته، کاری کرد که هم جرئت نکنه دیگه شلاق بزنه، هم از قانون حذف بکنه و هم فشار بیاریم که بقیه قوانین قصاص جمهوری اسلامی که پایه سیستم قضایی حکومت در اون استواره به طور کلی کنار گذاشته بشه. اصغر کریمی، خیلی ممنون که در برنامه ما شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم. متشکرم. بله بینندگان عزیز، گفتگو داشتیم با رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران اصغر کریمی. واکنش شما چی بود و چه باید باشه؟ چطور میتونید اینو در سطح بین‌المللی منعکس کنید؟ چطور میتونید از تلویزیون کانال جدید صداتون رو منعکس کنید و به گوش مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور هم برسونید؟ با ما ارتباط بگیرید تا در مبارزه‌ای که در جریان علیه این توحش اسلامی در کنار هم بیش از پیش قرار بگیریم. شاد و پیروز باشید.